بله بیننده های عزیز، از ادامه برنامه عصر حریوا خدمت شما هستم. یک بار دیگر سلام جداگانه و گرم خدمت و کسانی دارم که تازه با ما پیوستن و بیننده برنامه خود برنامه عصر حریوا هستید. بیننده های عزیز، یک تن از جوانان موفق و جوانان ورزیده و در کنار خود داریم، دعوت کردیم که در برنامه تشریف بیارن. ایشان هم وقت گذاشتن در برنامه تشریف آوردن، جناب آقای حبیبی، محمد تقی حبیبی. و ما بیشتر روی موضوع میخوایم صحبت بکنم، اما قبل از اینکه بیایم موضوعی که من میخوام خود آقای حبیبی بحث بکنم اون به سمع شما برسانم، میخوایم که خود در معرفی خودشان هم داشته باشن، بعد میریم روی موضوعی که میخوایم بحث بکنیم. آقای حبیبی، خیلی خوش آمدیم در برنامه. تشکر، دست شما درد نکنه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما مرز السلام وعدب درم خدمة الشما مجري عزيز وخدمة دوستان شما دار الشبكة تلفزيوني إصلاح، وهمچنين سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان محترم که همین اکنون ما را از پرده‌های تلویزیون خیش نظارت میکنند. اسم من محمد تقی حبیبی و یک تن از جوانان نجم و نهاد جوانان مسلمان یا نجم افغانستان است. بسیار نیک، خیلی خوش اومدین و یک نهاد بسیار نیک و مبارک هم عضویت داره. بیننده عزیز، ما میخواییم که روی یک موضوع خیلی مهم و ضروری و موضوعی که در همه بخش‌ها، در همه جاها با ما باید باشه و ما اور باید داشته باشیم و حتی دین ما تأکید میکنه که اور باید داشته باشیم، تا جایی که دینر میگن یعنی همو. حالا او موضوع من نمیگم بخاطر از اینکه کمی برای شما کنجکاوتر بشین و بیشتر ویژه بشه. او عبارت از اخلاق. میخواییم با جناب آقای حبیبی روی اخلاق صحبت بکنیم. اخلاق نیکو و یا حمید کدام اخلاق است؟ چه تعریفی از اخلاق میشه؟ چه جایگاه اخلاق داره؟ آیا اخلاق متغیر هست یا نیست؟ یعنی تغییر میپذیر یا خیر؟ ایر بحث خواهد کردیم. همچنین تاریخچه اخلاق را بحث خواهد کردیم که از چه زمان بیشتر ای از علوم دیگر جدا شد یا نشد و ایگه چگونه علما روی ازی تاکید دارن. از ابتدا میخواییم که به طور عموم آقای حبیبی اگر روی اخلاق صحبت بکنیم، تعریفی از اخلاق داشته باشین، بعد میریم به بخشای دیگر از اخلاق. درسته. من میخوام قبل از اینکه تعریف از اخلاق داشته باشیم، یک مختصر بیان داشته باشیم در مورد تاریخچه پیدایش علم اخلاق. چنانچه ما و شما مستحضرین، الله متعال برای هدایت انسانها در تمام ادوار و در تمام عصرهای مختلف پیامبران فرستاد و این پیامبران یک سری وظایف و یک سری مسئولیت ها داشتن و میشه گفت که وظیفه پیامبران در به طور عموم اصلاح انسانها بود و ساختن انسانها بود. این اصلاح در سه جنبه و در سه بخش مهم بود. اولین وظیفه پیامبران الهی اصلاح عقاید انسانها بود، اصلاح باورهای انسانها بود. پیامبران آمده بودند تا اینکه عقاید انسانها و باورهای انسانها را درست کنند و اینا را از عقاید خرافی و از باورهای خرافی دور سازند. این اولین وظیفه پیامبران بود. دومین وظیفه پیامبران اصلاح اعمال بود، ای که اعمال درست و اعمال نیک به انسان ها بیان کنن و بگن چی اعمال خوبه، چی کردارهای درسته و چی اعمال ناشایست. و سومین وظیفه و یک از جمله مهمترین وظایف انبیا علیه السلام وظیفه بیان اخلاق بود، به شناختاندن به انسان ها اخلاق نیک را، این چیز بود. و دین اسلام و پیامبر ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم از این قاعده مستثنا نبودن و وظیفه از اونها میشه گفت به طور عموم در همین سه بخش جریان داشت. اول از اصلاح عقاید. پیامبر صلی الله علیه وسلم در 13 سال که در مکه بودن، تمرکز عمومی از اون رو بحث عقیده بود و عقاید انسان‌ها و باورهای زشتی که در او دوران در اذهان انسان‌های مو عصر جا گرفته بود، او باورهای زشت را از بین بردن. دومین کاری که کردن اعمال اونها رو صالح ساختن و اعمال از اونها رو اصلاح کردن. و سومین کار و یک از مهمترین کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن، اصلاح اخلاق انسان‌ها بود. اخلاق و خوی سرشت انسان‌ها و خوی سرشت نیک برای انسان‌ها بیان کردن. در عصرهای اولی اسلام و در قرون ثلاثه یا خیرالقرون،
مجموعه هر سه علم، هر سه بخش، هم علم عقاید و هم اخلاق و هم اعمال رو علما اسلام به فقه میگفتن و چنانچه در قرآن حدیث ذکر شده و در قرآن لفظ فقه وقتی که به طور مطلق ذکر شده و یا در احادیث لفظ فقه وقتی که ذکر شده در برگیرنده هر سه علم بوده. مثلا به طور عمومی به طور مثال در قرآن الله تعالی میفرماید که فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، باید که هر از هر گروهی از مسلمان ها در هر بخشی از مسلمان ها یک گروهی بیرون شن و برن و تفقه در دین حاصل کنن. علما میفرمان که این تفقه در دین یک مفهوم گسترده داره، یعنی در هر سه بخش، هم در بخش عقاید علم حاصل کنن، هم در بخش اعمال و هم در بخش اخلاق. چنانچه در پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میفرمان که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، هر کسی رو که الله متعال به او اراده خیر داشته باشه و اراده خیر بکنه به او، او رو فقیه در دین میگردونه و تفقه در دین برای از او عنایت میکنه. علما میفرمان که این تفقه در دین یا فقه که در این حدیث ذکر شده شامل هر سه بخشه، هم بخش عقاید، هم بخش اعمال و هم بخش اخلاق. تقریبا میشه گفت از قرون 4 5 اسلامی بیامد یک تقسیم بندی در بین علوم اسلامی شد، علم عقاید کنار رفت و یک شاخه و یک بخش شد به نام علم قاید و یا بعضاً به علم به نام علم کلام هم یاد میکردن و او منشعب شد و جدا شد. بخش دیگه شد علم اعمال، علم اعمال که باز برای از او فقه میگفتن. فقه معنای گفتن در ابتدای اسلام معنای گسترده داشت، به تمام این سه علم اطلاق میشد، اما در قرون بعدی فقط مختص شد به علم اعمال. مثلا نماز چطور بخونیم، حج چطور انجام دیم، روزه چطور بگیریم، این بحث عبادات و معاملات ببینیم، بحث عبادات و معاملات اسم فقه گذاشتن رو ازی و من بحث اخلاق، علم اخلاق و یا علم تزکیه، این هم منشعب شد و کتاب های مشخص پیرامون علم اخلاق نوشته شد و به نگارش در آمد و علم تزکیه به عنوان علم تزکیه و یا علم اخلاق این هم منشعب شد و علمای بزرگی در این بخش تألیفاتی کردن، از جمله امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی که کتاب مشهوری به نام کتاب الزهد در این رابطه نوشتن و تمام مسائل اخلاقی در او بیان کردن که چی اخلاق نیکه و چی اخلاق از منظر و از نگاه اسلام اخلاق زشت و نیکی نیست. این بود تاریخچه پیدایش علم اخلاق. گفتیم در ابتدا علم اینا در کنار هم بودن، علم اخلاق، علم اعمال و علم عقاید، و بعد از او اینا منشعب شدن و اینا در هر کدام از اینا تحقیقات منحصر به فردی انجام شد و تحقیقات مخصوصی در پیرامون هر کدام از این علوم انجام شد. این بود تاریخچه علم پیدایش علم اخلاق. و در مورد خود تعریف اخلاق، تعریف اخلاق، اخلاق چیه، هر چیزی که در مورد از او بحث میکنه طبیعیه که باید بفهمیم ابتدا چی هست. در مورد اخلاق، کلمه اخلاق، اخلاق کلمه است عربی، کلمه جمع و جمع خلقه، مفرد از او است خلق. خلق یعنی خوی و سرشت، چنانچه در قرآن کریم هم ما داریم لفظه، الله متعال در شأن پیامبرش میفرماید که و انک لعلی خلق عظیم، یعنی ای پیامبر همان تو دارای اخلاقی بسیار بزرگ و اخلاقی والا هستی. در اینجا هم لفظ خلق ذکر شده، خلق یعنی خوی، سرشت، عادت، معنای فارسی از اون اگه ما بخواییم، و جمع از اون هم میشه اخلاق. جمع گفتیم جمع کلمه خلق هم میشه اخلاق. اخلاق خود از اون یعنی خوی و سرشتی که در نهاد هر انسان گذاشته شده. اخلاق یعنی همون خوی و سرشت و عادت‌های فطری که در درون هر انسان از بد و پیدایش از او گذاشته شده و با او همراه تا آخر عمر هم هست. این میتونیم بگیم اخلاق. بسیار نیک مبارک و یک دستبندی خوبی هم کردین جناب آقای حبیبی. و حتی علما از قبل از اسلام هم اخلاق را دستبندی میکنن. در کتاب‌های هم آماده که ارسطو هم یک دستبندی قبل از اسلام داشته که علم را به سه تقسیم کرده که علم تدبیر منزل و سیاست و اخلاق را آماده مطرح کرده و باز تعریفی هم در از علمای غیر اسلامی هم شده، علمای حقوق هم آمدن تعریف متعددی کردن، همونطور که جناب آقای حبیبی اشاره کردن که حالا فعلا اخلاق به سه تقسیم شده، بحث امو علم به سه تقسیم شده، امو فقه که سابق بود یک قسمتی آمده روی عقاید و قسمتی آمده روی معاملات و عبادات که به نام فقه یاد میشه و قسمتی هم اخلاق و تعریف هم کردن. و میخوام پرسان بکنم آقای حبیبی، روی انواع زی هم دستبندی شده، حالا ما یک قسمت شما اشاره کردیم که از خوب و سرشت معنا میده، اگر به در کل استفاده بکنیم آیا در وقت ما میگیم خوی و سرشت بحث اعمال بعد و خوب ما شامل میشه، بعد دستبندی میشه یا خیر؟ بله، چون که اخلاق یک لفظ فراگیره، اخلاق خود از او گفتیم جمع خلق، خلق خود از او یعنی خوی سرشت. حالا این خوی سرشت میتونه عام باشه، چی خوب باشه چی بد باشه.
باشه. بنابراین کلمه اخلاق طبیعتاً شامل اخلاق مو اخلاق بد و همچنین اخلاق نیک هم هست و این هر دو طور شامل میشه. بعدا وقتی که علما تقسیم کردن چه جایگاهی برای اخلاق قائل شدن، حالا چگونه از اخلاق تدریس میشه، حالا به عنوان یک علم شناخته میشه، میشه که بیشتر صحبت. خب در مورد اخلاق چنانچه قبلا هم گفتیم که این علوم منشعب شد و جدا شد. در مورد اخلاق گفتیم کتاب‌های زیادی نوشته شد و علمای زیادی آمدن پیرامون اخلاق تحقیقات گسترده انجام دادن. از جمله گفتیم امام احمد ابن حنبل کتاب به نام از زهد نوشت و حضرت امام غزالی رحمه الله کتاب‌های زیادی به نام یک کتاب کیمیای سعادت و کتاب‌های دیگری در این بخش نوشتند. چرا تحقیقات بسیار گسترده، تحقیقات بسیار همه‌جانبه در این بخش شد و علما اهتمام بسیار زیادی به تزکیه و اخلاق اهتمام زیادی داشتن. چرا؟ چون که اگه ما شما اگه به خود قرآن کریم مراجع کنیم، الله متعال هدف ارسال پیامبران چند چیز ذکر کرده. در یک آیه الله متعال میفرمایه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. الله متعال هدف ارسال پیامبران را و وظیفه پیامبران را چند چیز ذکر کرده. اول یتلو علیهم آیاتی، آیات کلام الله مجید و آیات قرآن و پیامبر وظیفه داره که بر امت خود و بر مسلمان ها بخونه و بر از اونها یاد ده. دوم و یعلمهم الکتاب، کتاب که منظور قرآن کریم، بر از اونها تعلیم بده و حکمت و دانش بر از اونها تعلیم بده. در ادامه و یزکیهم، و اونها رو تزکیه کنه. تزکیه یعنی چی؟ یعنی پاک کنه. پاک کردن یعنی چی؟ اخلاق زشت و خوی و سرشت بد بر از اونها معرفی کنه و طریقه جدا دور کردن اونها رو از وجود هم از اونها یاد بده تا اونو اخلاق زشت از وجود خود حذف کنم و همو مکارم اخلاقی و اخلاق نیکر در وجود خود بیارن. و در جایی هم تذکر داده میشه که حتی پیامبر میگن که ما به خاطر مبعوث شدم که اخلاق تکمیل بکنم. میشه جایگاه اخلاق در احادیث پیامبر هم سر بزنیم صحبت بکنیم؟ 100% پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان آخرین پیامبر یک خیلی بسیار روی مسائل اخلاقی تاکیدهای بسیاری داشتن. از جمله یک حدیثی دارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا میگن که بعثت ما و فرستاده شدن ما به خاطر ازی بوده که همون مکارم اخلاق و مدارج و درجات بزرگ و عالی اخلاق را تکمیل کنم. هدف بعثت ما چیزی بوده، چیزی که شما جلوتر اشاره فرمودید. در احادیث دیگه هم بسیار احادیث زیبای ذکر شده پیامبر صلی الله علیه و آله، حدیث زیاد از اونها ذکر شده. از جمله یک حدیث عن انس رضی الله تعالی عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا. حدیث است متفق علیه که امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله این ذکر کردن و این روایت کردن. حضرت انس رضی الله عنه میفرمایه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا. پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مردمان بود از روی اخلاق و از نگاه اخلاق نیک. اخلاق یعنی اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین اخلاق و نمونه ترین اخلاق در بین تمام اخلاق های انسان ها بود. در حدیث دیگه که حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا. پیامبر صلی الله علیه و سلم بد گفتار نبود، گفتار بد نداشت. در ادامه در بحث ما شما ان شاء الله خواهد آمد. یک از صفات نیک و یک از اخلاق نیک انسان مسلمان گفتار نیک، خوب سخن زدن، کلمات درست استفاده کردن، بد زبان نبودن، یک از صفات عمده که میتونه یک انسان مسلمان داشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عمرو بن عاص میفرمایه که عبدالله ابن عمرو ابن عاص که پیامبر صلی الله علیه و سلم بدگفتار نبود، زبان بد نداشت، زخم زبان نمیزد، ولا متفحش و بد کردار هم نبود، اعمال بد و کردار بدی هم نداشت. و کان یقول، و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. به صحابه خود میفرمود که به تحقیق یک از جمله بهترین شما کسانی که اخلاق از او نیک باشه و اخلاق از او درست باشه. حدیث دیگه که واقعا برای خود من خیلی حدیث جالبیه و ما و شما همیشه دنبال ازی هستیم که اعمال زیاد انجام دیم و کارهای زیاد انجام دیم و بیایم به طور عبادات و نوافل اینا رو انجام دیم، اما پیامبر صلی الله علیه و آله در یک حدیث خیلی زیبا میفرمایند که میفرمایند ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامه من حسن الخلق.
در روز قیامت، در روزی که واقعا انسان ها دنبال حسنات و دنبال امو نیکی میگردن تا اینکه ترازوی اعمال خود سنگین کنن، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمان که روز قیامت در ترازوی شخص مؤمن، در ترازوی اعمال صالح از او هیچ چیزی سنگین تر از حسن خلق و اخلاق نیک نیست. واقعا خیلی چیز جالبه، خیلی یعنی امیدوار کننده که ما شما اخلاق خود نیک کنیم تا در قیامت، در روزی که واقعا روز سختیه، همو ترازوی اعمال ما شما سنگین باشه و چه باشه. پس پیامبر سلام چیزی که سنگین میکنه اعمال میزان ما شما در روز قیامت حسن خلق بیان کردن. و دیگه حدیثی هم هست که باز انشاءالله در ادامه بررسیت میکنیم. جناب آقای حبیبی، من میخواستم سوال بعدی همین بود که چه اوصافی را، چه صفاتی در یک فرد ببینیم که بفهمیم خوش اخلاق هست؟ اگر شما اشاره کردیم الفاظ نیک و خوبی فرد به زبان میاره و صحبت های نیکی داره، دیگه صفات های هم تعریف شده به خاطر ازی که ما بتونیم فرد با اخلاق را تشخیص بدیم؟ 100%. من قبل از که سوال شما پاسخ رو میدیم، ایتو پاسخ کنیم سوال که ذهنیتی که از ما در مورد یک انسان با اخلاق و انسان خوش اخلاق اینه که هر انسانی که زیاد بخندید یا زیاد حرفای زد که دیگران به خنده آورد و همیشه خنده های بیجا میکرد، فکر میکنیم اینه که خیلی خوش اخلاقه. نه خیر، تعریف اسلامی چیز نیست. هرچند که تبسم و لبخند داشتن در لب چیزی که پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادن، این خوبه، اما هیچ وقت اخلاق به این معنی نیست که شوخی های بیجا و شوخی هایی که در او گاهی وقت مسخور به دیگه افراد باشه، او چیز اخلاق نیک نیه. اخلاق نیکی که دین برای ما و شما توصیه میکنه و برای ما معرفی میکنه، عبارت به عنوان مثال اگه ما خواسته باشیم، شجاعت یک از جمله اخلاق نیک، سخاوت انسان سخی بودن، بخیل نبودن این جمله از جمله اخلاق نیک، خوش گفتار بودن چنان که در حدیث گذشته ما و شما خوندیم، گفتار نیک به زبان آوردن این از جمله اخلاق نیک، و دیگه سخاوت موندن که قبلا ذکر کردیم و سایر چیزا، اینا اخلاق نیکه. و میشه گفت که انسان خاشع بودن، متواضع بودن، فروتن بودن، این از جمله اخلاق نیکه و اینها رو میتونیم به عنوان اخلاق نیک ما شما ذکر کنیم. بسیار نیک، ممنون از شما جناب آقای حبیبی. من میخوایم اشاره بکنم که حالا این ویژگی‌ها رو گفتیم، فرد مسلمان باید از این ویژگی‌ها برمند باشه. چرا بیشتر افراد ما متوجه میشیم چنین ویژگی هایی ندارن با وجودی که کشور اسلامی هم هستیم؟ واقعا سوال جالبیه. وظیفه ما و شما به عنوان یک مسلمان، یعنی من میخوام پرسان بکنم که یعنی کار از کجا مشکل داره؟ یعنی مسلمان ها از چی غافلن که نمیتونن با اخلاق باشن، با اخلاق برخورد بکنن؟ گاهی وقتی در جاده و کوچه و بازار متوجه میشیم یک عمل خرد و ریزی برخورد هایی میشه که نباید بشه، حرف هایی به زبان گفته میشه که نباید از زبان یک فرد مسلمان شنیده بشه. واقعیت همینه، گپ شما به جای. واقعیت این گپ اینه که ما شما واقعیت از درون ساخته نشدیم و هیچ وقت به فکر از این نبودیم متاسفانه، تا اینکه مو اخلاق نیک. به نظر من ما شما فعلا همه چیزهای نیک رو همه میدونیم، ما به این معنی که اخلاق نیک هم همه ما و همه مردم جامعه ما میفهمن. مثلا میفهمن که دروغ گفتن صفات بعد، غیبت کردن صفات بعد، بهتان زدن به کسی، تهمت زدن به کسی صفات بعد، خوش گفتار بودن، صداقت در عمل، سخاوت مند بودن و شجاع بودن، اینا جمله صفات اینه که اینا همه میفهمیم. اما مشکل ما در به نظر من اینه که ما شما پرکتیس نکردیم، تکرار نکردیم در وجود خود خو این چیزا، یعنی به طوری رو خود خو کنترل نداشتیم تا اینکه این اعمال نیک و این اخلاق نیک در زندگی خود خو به منصه ظهور بیاریم و اونا رو عملی کنیم. مشکل ما به نظر من فکر میکنم که تا اندازه همیشه شاید باشه که غفلت کردیم واقعیت و متوجه حرفانیم. بس وقتا واقعیت کارهای از ما صادر میشه که یعنی از یک انسان مسلمان گفته که شما قبلا گفتین، یعنی بعید همچین عمل انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که باید ما یک تغییر در درون خود بیاریم و یک تحول در درون خود خود، هر کدوم ما از خود خود شروع کنیم. همیشه ما از دیگران مینالیم، همیشه میگیم فلانی اخلاق بد داره، فلانی بده، فلانی بده. ببینید که ما چه اخلاقی داریم، اخلاق ما چگونه. بنابراین به نظر ما باید تغییر از خود خود شروع کنیم و خود اصلاح کنیم. اصلاح فرد به معنای اصلاح جامعه. هرگاه ما اصلاح شدیم میتونیم این اصلاح و این خوبی که در درون ما به دیگران هم انتقال بدیم، چون که یک مقوله هست که فاقد شیء الا یعطی، چیزی که چیزی نداشته باشه نمیتونه به دیگران اور بده. تا وقتی در درون خود ما اخلاق نیک نباشه و رفتار درست نباشه، یا اخلاق ما نمیتونه روی دیگر افراد تاثیر گذار باشیم. بنابراین به نظر من بهترین راه اینه که ما بیایم می اخلاق نیک برای خود خود یک بنای تحمیل کنیم،
اگر خدا نکرده مثلا صفحه بعد دروغ گفتن دانه که ما اکثر اوقات دروغ میگیم، باید بیان تمرکز کنیم، باید دیگه عزم جدی داشته باشیم که این صفحه رو ترک کنیم. من فکر میکنم به بستگی به خود ما داره و ما باید خود ما به فکر تغییر خود باشه. بسیار نیک، تشکر. جناب آقای حبیبی، اگر مواردی هم مونده که من نتونستم سوال بکنم میشه که مطرح کنیم، چون به لحظات اخیر قسمتی که با شما هستیم هستیم. چشم، یک موضوع که همیشه به ذهن خود من بود و برای خود من سوال برانگیز بود، این بود که آیا اخلاق و یا خوی سرشت که در درون انسان هست قابل تغییر هست و یا نیه؟ میتونه که ما او تغییر بدیم یا نه؟ حال بعضی کسا یعنی اخلاق تغییر میپذیری یا خیر؟ تشکر و غیره همه چیزه. حالا بعضی کسا میبینیم که بعضی وقتی که میگیم که فلانی می کار زشت نکنی، اخلاق تو اشتباهه و این رفتار تو اشتباهه، او اینجوری استدلال میکنه که من چیکار کنم؟ این چیز در وجود ما هست و نمیتونم این چیز را از خود دور کنم. آیا گپ ازی درسته و اخلاق تغییر پذیر نیه و نمیتونیم ما اخلاق خود رو تغییر بدیم و ای که نه ای کار میشه؟ در یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که مفهوم حدیثه که اگر شما روز شنیدیم که یک کوه از جای جابجا شده ایر باور کنیم، اما اگر شنیدیم که اخلاق کسی متغیر شده ایر باور نکنیم. حالا بعضی از این به استدلال میاستدلال که قبلا گفتم می چیز گرفتن که ما نمیتونیم اخلاق خود رو تغییر بدیم. درسته، تغییر یعنی به این معنی که کلا حذف کردن یک خلق یا یک اخلاق در از وجود خود و جایگزین کردن اخلاق دیگه به جای او، این من فکر میکنم که ممکن هم نیه و این واقعیته، اما اصلاح پذیر هست و باید ما جهت دهی کنیم. اگر خدا نکرده اخلاق بد در وجود ما هسته، بیایم اون اصلاح کنیم و اون بیاریم به جهت درست از او استفاده کنیم. مثلا خشم و غضب یک صفتی که ظاهرا بد جلوه میکنه و صفت بدیه و نباید با هر کس ما پرخاشگری کنیم و خشم و غضب و قهر کنیم، باید در جا و در جایی که لازمه از این صفت استفاده کنیم. این صفت خشم که در وقتی که میبینیم حق و حق خدا و یا چه کاری که میفهمیم که 100% کار درسته، او داره ضایع میشه و حق یک انسان مظلوم داره گرفته میشه، این جایی که باید از او قهر و از او خشم استفاده شه، نه هر جا. بنان نظر من و فکر من اینه که اخلاق تغییر پذیر نیست اما اصلاح پذیر هست و ما باید به فکر اصلاح اخلاق خوب باشیم. اگر خدا نکرده اخلاق بعدی مثل غیبت کردن یک جمله اخلاق بعد در وجود مونه، ما باید این ما اصلاح کنیم، باید درست کنیم. شاید نشه که کلا از وجود ما اخلاق بره، اما باید دیگه رو اخلاق خود یک تمرکز داشته باشیم که دیگه او خلق از زندگی بیرون کنیم. سپاس از شما، تشکر، ممنون که در برنامه تشریف آوردین و صحبت های نیکی داشتین. ان شاءالله که در برنامه بعدی هم شما رو داشته باشیم. خواهش میکنم، تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم و تشکری خاص دارم از شما و همچنین از برادرایی که در رسانه هدفمند اصلاح کار میکنن. واقعا برای خودم خیلی خوب بود و خداحافظ شما، تشکر. تشکر. بله بیننده عزیز، ممنون از جناب آقای حبیبی که در برنامه تشریف آوردن، یک تن از جوانان نهاد جوانان مسلمان افغانستان. میان برنامه میگیریم، بعد از میان برنامه بخش بعدی برنامه با من همراه باشید.